من فیروزه تنگستانیان هستم، متولد آبادان از ایران. من وقتی که بچه بودم، علاقه که من به نقاشی داشتم خیلی زیاد بود و خیلی سر من با نقاشی کردن بیشتر گرم شد تا بازی کردن. برای که من همبازی خیلی نداشتم، بیشتر خودم بودم با مادرم توی خونه ساعتهای طولانی و خب اون خب خیلی کار داشت، کار خونه بود، بعد ظهر میخواست استراحت کنه و اون خیلی در واقع اون متوجه شد که من با یه خودکار و از این کاغذهای چهارخونه شطرنجی که پدرم روشون کار میکرد مثلا خیلی سرم گرم شه برای ساعتها. و حتی بارها شده بود که مثلا میومد میدید که اگه 3 ساعت پیش منو یه جایی گذاشته که من همونجا بشم نقاشی کنم، من هنوز همونجا دارم نقاشی میکنم و خیلی دوست داشتم. بعد هی بزرگترم که شدم، هی به صورت داستان مثلا اینا رو که میکشیدم تعریف میکردم، حالا تو سن 5-6 سالگی مثلا برای دوستان و خانواده، که آره بیشتر فکر میکنم خیلی بازی بود برای من، یعنی بیشتر از بازی های دیگه از نقاشی کردن لذت میبردم. خیلی تنهاییمو پر میکرد و خیلی احساس شادی و آرامش بهم میداد. کاری که میکنم من وقتی که میخوام یه نقاشی رو بکشم، اول حتما میام موضوعشو، یعنی با مداد همینجوری هی شروع کنم کشیدن. برای من موضوع داره اون نقاش، موضوعشو میبینم که مثلا چجوری دوست دارم اینو به تصویر بکشم، که خب از نظر دیدنم مثلا اون قشنگی زیبایی رو واقعا داشته باشه. وسایلم همون بوم نقاشیم هست، رنگایی که استفاده میکنم 90% اوقات اکریلیکه، رنگ اکریلیک هست. گاهی با رنگ روغن استفاده میکنم، بیشتر همون قلمو رو میزنم با رنگ و اینا. گاهی برای اینکه بافت بدم از یه سری وسایل دیگه استفاده میکنم، مثلا از ابر طبیعی که مثلا یه بافتایی رو ایجاد بکنم، یا از کاردک مثلا بعضی وقت استفاده میکنم گاهی اوقات. ولی اینکه خیلی حالا اون قضیه مهم باشه، این اتفاقایی که تو کار میفته، یعنی مثلا احساس میکنم که خب الان من دوست دارم که مثلا این بافتو ایجاد کنم، ببینم به چه وسیله میتونم این بافتو ایجاد میکنم، حالا هر جوری که دم دستم باشه اونو انجام میدم. من موقعی که دانشگاه میرفتم با تاریخ هنر نقاشی آشنا شدم. یه سری از اون نقاشا بودن که خیلی روی نقاشی من تاثیر دارن، یعنی من خب خیلی کاراشون دوست دارم. طبیعتا وقتی شما کار یه نقاشو دوست داشته باشید توی کار تاثیر داره. از اون نقاشا گوستاف کلیمت هست که من خیلی دوست دارم، بعد از دوران آرس نووا چارلز رنه مکینتاش هست که کارهای آرت نوو میکنه، بیشتر نقاشی رو بیشتر دیزاین میکرده، ولی یه فرمایی رو داره که من خیلی اونا رو تاثیر داشته و دوست دارم. من موضوع نقاشی هم همیشه از بچه گم همجور دوست دارم آدم بکشم. غیر از اون فکر میکنم بیشتر چون داستانهاییه که حالا یا برای خودم اتفاق افتاده یا دوست دارم برام اتفاق بیفته یا دیدم، هرچی همیشه آدم ها توش هستن به نوعی، ولی اکثر اون کرکترها بیشترشون خود من هستم، یا حالا منم با یه کسی که میشناسم. یه جوری بعد وقتی که خیلی کلی میشه در نهایت، وقتی کار تموم میشه خیلی من نوعی میشه، چون شباهتی به من ممکن نداشته باشه اون شخصیت، ولی در واقع خودم رو توی اون نقاشی میبینم، خودم رو توی اون نقاشی میذارم. مثلا اگر که یه دختری وایساده بال داره، اون حس رو خودم دوست دارم که تجربه کنم، و چون من نمیتونم بال داشته باشم خب اونو توی نقاشیم استفاده میکنم. این یکی در واقع یکی از منفی ترین نقاشیه که من تو زندگیم کردم. البته موقعی که نقاشی رو کشیدم خوشحال بودم، بلکه یه چیزی بود، یه دوره سختی تو زندگیم بود از نظر احساسی که تموم شده بود رفته بود، ولی خب دیگه اون تهمونده ها، اون خشم‌های آخرم رو داشتم همچین میریختم بیرون. و جریان اینه که یه رابطه خیلی بدی هستش،
که یه آدم خیلی سرد و بیروح و بی احساس، حالا به چشم من اون موقع اونجوری بوده، توی اون رابطه بوده و هر کاری هم کردی از اون حالت خارج نشده و همطور که میبینی سمتی که اون آدم هست خیلی خشکه و بعد این آدم مثلا چشاش هم حتی سفیده که اون حس مثلا چش سفید رو داره به من میده و من اینجا خودم که دارم میرم و در واقع از کادر دارم خارج میشم. این جریان مادر بزرگمه. من یه مادر بزرگی داشتم که خیلی آدم جالبی بود، همیشه شخصیت جالبی بر من بوده و یکی از زیبایی شخصیتش بود که خیلی آدم صبوری بود. این آدم ساعتها مینشست عدس قرمز رو پاک میکرد و خیلی طول میکشید این کار، برای اینکه آخر سر بعد از مثلا یه هفته که عدس پاک کرده بود یه دونه خورش دال عدس برامو درست کنه که خیلی هم خورشتاش خوشمزه بود و بعد از اون هیچکس واقعا نمیتونست اون خورشتا رو درست کنه. ولی این حس و حال رو به هر حال دوست داشتم که حتما توی نقاشی باشه که این آدم مثلا چقدر با سر حوصله و خیلی با دقت داره یه کاری رو انجام میده. من همیشه دغدغم این بوده که بزرگ بشم و مثل آدم بزرگ زندگی کنم، چون هر بچه که بودم همیشه همه سرشون شلوغ بوده، گرم بوده به روزمرگی، برم سر کار بیام، غذا درست کنم، این کار بکنم، اون کار بکنم، بخوابیم، حالا زود پاشیم و من خیلی میترسیدم، ناخودآگاه دوست نداشتم. یعنی حس منفی من میدادی که چرا آدما همش دارن یه کارهای دیگه میکنن و اون کاری که دوست دارن رو نمیکنن. بعد وقتی که خودم بزرگ شدم دیدم که یه مقدار خیلی زیادش واقعا دست آدم نیست، یعنی آدم به هر حال مجبوره که یک سری کارا که دوست نداره انجام بده، خودم هم دارم این کارو میکنم و این برای من یه بهانه است نقاشی کردن در واقع، که من دیگه از اون درگیری اون روزمرگی میکشونه بیرون و باعث میشه که من یه ذره به درونم، حالا بعضیا میگن به کودک درون، با شادی درونم خیلی بیشتر توجه میکنم و احساس میکنم فکر کنم همه آدما به این نیاز دارن. همه کارام من خیلی خودخواهانه است، تقریبا همشون رو خیلی دوست دارم، ولی آره بعضیاشون بیشتر از بعضی دیگه دوست دارم. من فکر میکنم که برای من اولا نقاشی کردن یه نیازه الان در حال حاضر، یعنی من اگر که یه مدتی به هر دلیلی نقاشی نکنم احساس کنم که تعادلم از دست دادم، باید حتما شروع کنم. یعنی یه زمانی میرسه که متوجه میشم که من چرا اینقدر ناراحتم یا زود عصبانی میشم یا آرامش ندارم و میفهمم که آها به خاطر اینکه من خیلی وقت نقاشی نکردم و شروع میکنم دوباره نقاشی کنم. برای همین فکر میکنم اولا یه نیاز روحیمه، خیلی به هم آرامش میده، خیلی به هم شادی میده و نیاز دیگه، حتما من باید این کار رو هر چند وقت یه بار انجام بدم.